به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به این سکشن در مورد بلوپرینت میخونیم. بلوپرینت یک بخش خیلی مهم و خیلی اساس داخل انریل انجین تشکیل میده. بلوپرینت یعنی که به شکل گرافیکی شما میتونیم کد نویسی کنیم داخل انریل انجین. داخل انریل انجین میتونیم به شکل C++ یا به شکل نتیو شما کد نویسی کنیم، میتونیم هم که به شکل گرافیکی کد نویسی کنیم که شکل گرافیکی از این به نام بلوپرینت میگن. خب بلوپرینت کارا زیادی انجام میده. یکی از کارا اینه که شما لاجیک گیم خور میتونید توسط بلوپرینت اجرا کنیم، یعنی ای که هر فیچر که داخل یک گیم نیاز شما میتونه توسط بلوپرینت رو کد نویسی کنیم یا اجرا کنیم. مثلا بعضی جا هست که بخواسته باشیم پلیر جمپ کنه، یا فرض کنیم زمانی که تایم گیم به 500 رسید بیای بره پلیر 100 امتیاز بده، یا هر کار دیگه خواسته باشیم. این کارا همگی توسط بلوپرینت انجام میشه. پس اگه خواسته باشیم یک کستوم فیچر یا یک کستوم فانکشنالیتی برای پلیر یا برای گیم خو وارد کنیم یا ایجاد کنیم یا لاجیک گیم نوشته کنیم، توسط بلوپرینتی کار انجام میدیم. داخل انریل انجین بلوپرینت ها زیاده، انواع و اقسام از اینا مختلفه، که از جمله به این ویدیو من در مورد دو تا ماین صحبت کنم. یکی اینه که لول بلوپرینت و یکی دیگه کلاس بلوپرینت. لول بلوپرینت از اسم معلومه تغییرات و یا لاجیکی که مربوط به همین لول یا یک لول مشخص میشه به داخل لول بلوپرینت شما لاجیک یا کد نوشته میکنیم. و کلاس بلوپرینت زمانی که شما خواسته باشیم یک تغییر به داخل همه لول ها بیاریم یا یک کاری بکنیم که او کار به داخل همه لول ها استفاده میشه، شما از کلاس بلوپرینت استفاده میکنیم. کلاس بلوپرینت معمولا به یک از اکتورها داده میشه، یا اکتور بلوپرینت. مثلا شما میایین برای یک اکتور میگین که تو بچرخ بعد از 5 ثانیه خود تو از بین برو، این میشه یک کلاس بلوپرینت شما برای از این نوشته کنیم و بعد به تمام 100 لول یا 1000 لول اگر داریم او اضافه کنیم. در حالی که لول بلوپرینت فقط به داخل همین لول کار انجام میشه، به لول 2 یا لول 3 کار انجام نمیشه، به همون لولی که شما مشخص کردیم و کار انجام میشه. مثلا اگر من بیام اینجا یک مثال در مورد لول بلوپرینت کار کنم، فرض کنیم یک چیز خیلی ساده، وقتی گیم پلی میکنیم بعد از 5 ثانیه اتومات اگزیت شه یا از گیم بیرون شه. برای از اینکه ما این کار انجام بدیم باید اول بلوپرینت داشته باشیم. برای ایجاد کلاس بلوپرینت شما میتونید به داخل کانتنت براوزر کلیک راست کنیم و از قسمت مینوی که میشه بلوپرینت کلاس انتخاب کنیم. ولی برای از اینکه بیایم تغییرات مربوط به لول بلوپرینت شما ایجاد کنیم یا بلوپرینت لول بلوپرینت رو وا کنیم، میتونیم به اینجا بیایم و روی بلوپرینت کلیک کنیم، اوپن لول بلوپرینت بزنیم. قسمی که میبینیم این ویندو ها میشه، یک پنجره دیگه ها میشه که برای از این بلوپرینت گفته میشه یا بلوپرینت ویندو گفته میشه. شامل چند بخشه: دیتیلز پنل، مشخصات یک نود، مثلا مای بلوپرینت پنل که قسمت وریبل ها و فانکشن ها و ماکرو ها و ایونت دیسپچر ها و غیره میشه. تول بار داریم، ویو پورت داریم که به اینجا میایه، و ایونت گراف داریم. خب این قسمت به نام ایونت گراف گفته میشه که تمام لاجیک گیم داخل همی ایجاد میشه. بلوپرینت یا بلوپرینت ویندو یا بلوپرینت سیستم توسط یک چیزی به نام نود کار میکنه. برای از اینا نود گفته میشه که داخل ایونت گرافه. این نودها میتونن کارها مختلفی انجام بدن. قسمی که میبینیم هر لول بلوپرینت دو تا نود دیفالت از خود داره، که یکی به نام بگین پلیه و یکی به نام تیک. وقتی که شما به داخل لول بلوپرینت میاییم و یا بلوپرینت ویندو رو وامی کنیم، توسط اسکرول میتونیم زوم کنیم و توسط کلیک راست موس میتونیم شما پن کنیم. خب فرض کنیم که حالا ما میایم یک کاری انجام بدیم، اینه که بعد از 2 ثانیه یا بعد از 5 ثانیه گیم پلی میشه پس اگزیت چه. به اینجا میبینیم هیدر از این ایونت رنگ سرخه و یک لوگوی هم پلو خود داره، یک آیکونی هم پلو خود داره. برای از اینا ایونت گفته میشه، اونایی که هیدر سرخ داره ایونت گفته میشه، یا مو آیکونی که اونجا داره شما میتونیم نشونی کنیم. خب ایونت بگین پلی مثل متد استارت داخل یونیتی و ایونت تیک هم مثل متد آپدیت داخل یونیتی، اگر کسایی که یونیتی کار کرده. یعنی که هر زمان شما پلی میکنیم با اولین فریم گیم یا وقت پلی میکنیم، مستقیم بعد از اینکه پلی خلاص میشه یا کلیک میکنیم، یک سری کارا مایم انجام بشه، میتونیم از ایونت بگین پلی استفاده کنیم. در حالی که به ایونت تیک هر کاری که خواسته باشیم در هر ثانیه یا در هر فریم از گیم اجرا بشه، میایم کار به ایونت تیک انجام میدیم. خب مثلا ما میایم که بعد از 5 ثانیه وقت اجرا میکنم، 5 ثانیه بعد یک کاری انجام بشه، پس میایم کار به ایونت بگین پلی وصل میکنیم. قسمی که میبینیم کم رنگ و علی وقتی که ما بیام
از استفاده کنم ای انبل میشه، فعلا دیسیبله. به قسمت چپ نود همیشه ورودیه، به قسمت راست هم خروجیه. ای ایونت هیچ ورودی نداره ولی خروجی میتونه داشته باشه، یعنی که پلی که زدیم ای اگزیکیوت میشه. برای از اینکه اگزیکیوت بشه شما میتونیم از داخل اگزیکیوشن از ای یک لاین یا یک وایر، برای از ای لاین سفید وایر گفته میشه، وایر کش کنیم. وقتی که راه کنیم این مینو وا میشه که برای از این کانتکست مینو گفته میشه. داخل از این نودها و فانکشن های خیلی زیادیه که کارا مختلفی انجام میده، هر کدام خواستیم انتخاب میکنیم. فرض کنیم ما مایون که از ایونت یا از یک فانکشن یا متدی به نام دیلی استفاده کنم، میتونم کلیک راستم اینجا انجام بدم، بعد از فانکشن خود نوشته میکنیم دیلی. دیلی که نوشته کردیم میبینیم اینجا برای شما فانکشن دیلی میاره، انتر میکنیم، این متد یا این فانکشن ایجاد شده. این کاری که میکنه یک تاخیر به داخل بازی ایجاد میکنه، میگیم هر زمانی که ایونت بگین پلی کار تمام شد ای وصل میکنیم به ای. بعد از او مثلا میگیم 5 ثانیه صبر کن، ای میشه دیوریشن ما، ای ورودی او شد، حالا خروجی او. هر زمانی که کار از ای تمام شد، یعنی که بعد از 5 ثانیه چه کار کنه، بعد از 5 ثانیه میگیم بیا یک کوایت گیم صدا بزنی یا فانکشن به نام خروج از بازی. این فانکشن هم قسمی که میبینیم پارامترها مختلفی داره، مثلا اگر گیم مولتی پلیر باشه، اگر خواسته باشیم یک پلیر خاصی از بازی بیرون مندازیم، میاییم پلیر به ای وصل میکنیم. کوید پرفرنس میگه که شما مایم گیم کامل بسته کنی یا به بگیرون در حال اجرا باشه، میگم کامل بسته شه. و پلتفرم رسترکشن هم میایه رسترکشن ها یا محدودیت هایی که داخل پلتفرم گذاشتیم اونا رو اگنور میکنه که ما فعلا به او کار ندارم. خب حالا دیلی گفتیم 5 ثانیه باشه و کوید گیم رو صدا بزنه. وقتی که کار تمام میشه میایم روی دکمه به نام کمپایل کلیک میکنیم که ای اگر ایرور داره ایرور بره ما نشون ده. قسمی که میبینیم یک تیک اینجا بخورد، یعنی که ایرور نداره. حالا دکمه سیو میزنیم، اگر سیو نزنیم کلا سیو نمیشه و کار انجام نمیده. به او خاطر سیو میزنیم و به اینجا میگه که به نام همو انتایتلد که اسم لول ما بود سیو شه، میگم بله. بلوپرینت ما سیو شد، آلیر بسته میکنیم. وقتی پلی بزنیم بعد از 5 ثانیه خودی از آلت پلی بیرون میشه به این شکل. میبینیم 5 ثانیه بعد خود چیکار میشه؟ اگزیت میشه. به این حالت اگزیت میشه. خب این بود از لول بلوپرینت و کلاس بلوپرینت رو هم به جلسه بعدی یا جلسه ها بعدی میخونیم. تشکر، موفق باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.